با ورود جنگ به دوازدهمین هفته درگیری ها بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سری دیروز یکشنبه شنبه یازده همه تیر تشدید شد و تمام تلاش ها برای پایان سلحامیز درگیری متوقف شدند. این درگیری ها باعث امیغتر شدن بحران انسانی شد و دیگر منافع منطقه رانیز با تهدید مواجه کرده است. در حالی که ارتش بر حملات هوایی و توپخانه‌ای متمرکز شده نیروهای پشتیبانی سریع بر پایتخت تسلط دارند و به غارت و اشغال خانه‌ها متهم شدند این جنگ همچنین به شهرهایی در غرب کردفان و دارفور به ویژه غربی ترین شهر الجنینا جایی که نیروهای پشتیبانی سری و شبه نظامیان عرب به پاکسازی قومی متهم شده اند ضربه زده است واحد مبارزه با خشونت علیه زنان یک سازمان دولتی دو روز پیش اعلام کرد که 88 مورد تجاوز جنسی را در خارتوم الجنیدا و نیالا پایتخت دارفور جنوبی ثبت کرده است همزمان با تشدید درگیری ها سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز در سودان گفته حداقل 13 کودک در هفته های اخیر در جریان شیوع مشکوک سرخه که در اردوگاه های آوارگان داخلی در ایالت نیل سفید سودان جان خود را از دست دادن این سازمان غیر دولتی اعلام کرده که در مجموع 3145 بیمار را در ماه جوان دریافت کرده و با ورود افراد بیشتر نیاز فوری به افزایش خدمات مانند واکسیناسیون، حمایت تخصیه، سرپناه، آب و بهداشت احساس می شود.